همراه هستیم با همکارم مراد ویسی. مراد، تو خودت اهل کرمانشاهی، احتمالاً اطلاعات دقیقی در از روند بازسازی زلزله در این 5 سال. چه خبره در سرپل ذهاب؟ من خودم خب نزدیک سرپل ذهاب زندگی کردم سالها. اون منطقه منطقه‌ای که تعداد روستاهاش خیلی زیاده، چون منطقه کشاورزی، خیلی کشاورزی خوبه. شما همینجور چشم بگردونی همزمان 5-6 تا روستا تو محدوده دیده هست. موقع استاندار میگه شهر و ادارات بازسازی نشدن، وای به حال اون همه روستایی که تو مناطق زلزله زده بودند و باید ببینی که وضعیتشون چجوره. این حرف ما نیست، استاندار داره میگه که بازسازی نشدن و ول شدن. فقط هم این نیست، شما در کرمانشاه بیکاری گسترده میبینی. در لرستان، کرمانشاه خیلی بیکاری گسترده است. رواج اعتیاد در اثر بیکاری زیاده. صنعت نیست در اونجا. در بین مردم کرمانشاه یه حسی هم هست که میگن ما رو رها کردن. بعد از جنگ، تو جنگ خب خیلی نظام از کرمانشاه به عنوان مرکز ارتباط جبهه شمالی و جنوبی استفاده میکرد. این حس تو مردم کرمانشاه هست که بعد از جنگ شهر رها شده. صنعتی نیست، جوونا بیکارن. این هم روی اون، یا مثلا همونجا مثلا تجارت مرزی هست، خیلی سخت میگیرن. یا مثلا مرز خسروی که یه مرزیه که مردم بهش امید بستن، مخصوصا مردم قزشیرین، بسته است اغلب اوقات، در حالی که مرزهای دیگه بازه. مسئله این نیست که فقط به کرمانشاه اینجوری داره میشه. شما تو خوزستان هم میبینی، تو سیستان بلوچستان هم میبینی، توی مناطق آذربایجان هم میبینید که مثلا خوش شدن ارومیه، نمیدونم مسائل خوزستان. ولی واقعیت اینه که در کرمانشاه خیلی از این مشکلات با هم جمع شده و حالا دیگه استاندار هم داره میاد میگه که وضع استان خوب نیست. و این در حالیه که ما موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی خیلی جاها میره پول خرج میکنه، مناطق زلزله زده کرمانشاه رو بازسازی نکرده، ولی در لبنان کلی پول خرج کرده که مناطق جنگی لبنان رو بازسازی کنه. صدا سیما ایران یه مستندی ساخته در مورد میزان هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در بازسازی مناطق خسارت دیده در جنگ لبنان و اسرائیل هزینه کرده. یه بخشایی از این گزارش رو با هم ببینیم، دوباره با تو خواهیم بود. همه و همه باید خود را در عرصه پیچیده بازسازی لبنان نشان می‌داد. در همان ابتدای ورود مهندس، مشکل برق 73 روستا در طول 2 هفته برطرف شد. باوری در همه آثار او خود نمایی می‌کرد. اینکه هر کاری را باید به بهترین شکل ممکن و با صداقت و درستی انجام داد. برای همین هم در لبنان امروز جاده‌های ساخت ایران با جاده‌های بین‌المللی مقایسه می‌شود. این اهداف بزرگ شب و روز را برایش بی‌معنا کرده بود. اتقان در کار و پشتکار مهندس، مدیریت حسام خوشنویس را به الگوی مسئولان لبنانی تبدیل می‌کرد. کمبود بودجه و امکانات هم نتوانست از آغاز و پیشرفت طرح‌های مهندس حسام ممانعت کند. مثلا برای جاده سازی در لبنان ابتدا چند کارگاه آسفالت سازی و سنگ شکنی تأسیس کرد تا بتواند به صورت خودکفا طرح‌ها را پیش ببرد. او بازسازی و خدمت به مردم را بهانه‌ای برای معرفی اسلام و انقلاب قرار می‌داد. مراد، نظرت چیه راجع به این مستندی که دیدیم؟ خیلی ساده است. این خاطر این فیلم برای حسام خوشنویس یا حسن شاطری ساخته شده که از طرف سپاه لبنان رو بازسازی کرده. ببین خیلی ساده است معادله. استاندار میگه پول نداریم مناطق زلزله زده کرمانشاه رو بازسازی کنیم. هزاران روستا در سیستان بلوچستان جای دیگه آب ندارن. در خوزستان قطعی برق، آب ندارن. خیلی از مشکلات دیگه. بعد جمهوری اسلامی این پول رو ور میداره، خودش داره میگه. همونجا استاندار میگه که ما بازسازی نکردیم. همینجا این ویدیوش داره میگه، میگه آقا ما پول رو بردیم لبنان، خرج بازسازی لبنان کردیم. خب سوال مردم اینه که چرا؟ مگه خود مسلمانی نیست که میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه؟ چرا جمهوری اسلامی مناطق زلزله زده کرمانشاه و سرپل ذهاب بازسازی نمیکنه؟ بعد پولای جمهوری اسلامی رو ور میداره میبره زاهیه. میدونید تو زاهیه چیکار کردن؟ بمبارانی که اسرائیل کرد که کل اون خونه ها نابود شد، حسن نصرالله به واسطه آقای سلیمانی خودش میگه، میگه رفت پیش آقای خامنه ای، پول گرفت آورد،
یه سال اجاره تمام کسایی که خونه هاشون آسیب دیده بود ما دادیم و خونه هاشون سپاه اومد ساخت، همین آقای شاطری تو زاهیه برجای چند طبقه براشون ساخت. بعد از اینکه برجا رو ساخت تمام واحدا رو یخچال براشون گذاشتن، گاز گذاشتن، امکانات گذاشتن، حتی میگه که پرده واحدا رو هم نصب کردیم، پرده هاش هم نصب کردیم دادیم تحویل. و استاندار کرمانشاه میگه ما 1600 میلیارد تومان پول نداریم مناطق زلزله زده رو بازسازی کنیم. کی؟ 5 سال پیش زلزله بوده. حسن نصرالله میگه 3-4 ماه بعد از حمله اسرائیل ما کل اونجا رو بازسازی کردیم، با کمک سپاه دادیم تحویل مردم. خب مردم اینا رو میبینن قضاوت میکنن دیگه، اصلا تحلیل نمیخواد.